بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا أنس بن مالك أنصاري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنابر روايتي كمتفق عليها در صحيح بخاري وصحيح مسلم نقل شده خاطره آخرین تبسم و لبخند رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما نقل می فرماید. می دانیم که در آخرین روزهای زندگانی و حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان بیمار بودند و ایشان نمی توانستند برای نماز حاضر بشوند همراه با مسلمانان، نماز با جماعت، و در بستر بیماری افتاده بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را به عنوان جانشین خودشون برای اقامه نماز تعیین فرمودند و چند روزی بود که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیده بودند. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز را اقامه می کرد. انس بن مالک میگوید که در روز دوشنبه بود، روز دوشنبه بود و مسلمانان همشون در نماز صبح بودن، نماز فجر با امامت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. میگوید همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما آموخته بود، دقیقا یاد گرفته بودیم چطوری نماز بخونیم، احکام شرعی رو کاملا فرا گرفته بودیم، به همان گونه که همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم صفها را راست می فرمودند، ما به همان کیفیت ایستاده بودیم، نماز می خوندیم و در نماز فجر بود، ناگاه دیدیم که پرده حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کنار زده شد، پرده کنار رفت. می دونیم که در آخرین روزهای حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون در حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بودند و تمام ازواج مطهرات دیگه رضایت داده بودند به اینکه ایشون در حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باشند. میاد که ناگاه متوجه شدیم و دیدیم که ستر و پرده خانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کنار رفت. سبحان الله، دیدیم که چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بیت کأن وجهه ورقه مصحف، چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان زیبا و چنان درخشان گویا که صفحه قرآن بود، صفحه مصحف بود. دوست داشتند قرآن را، تشبیه میکردند در حسن و زیبایی به صفحه قرآن. میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم خندیدند و تبسم فرمودند و همین جوری ما رو نگاه میکردند، صفحه نگاه میکردند از اول و تا آخر و از شادمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم خندیدند. این آخرین تبسم و خنده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که ما به قدری خوشحال شدیم از این صحنه که فهممنا ان نفتتنا من الفرح، نزدیک بود که از شدت خوشحالی نماز رو بشکنیم، نماز رو رها بکنیم، نتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. حتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که امام بود به عقب برگشت و گمان کرد و که شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم الان تشریف میارند و امام بشند، ادامه نماز رو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بخونند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به عقب برگشت تا اینکه در صف اول بایستد. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره فرمود که نه، نمازتون رو بخونید، نمازتون رو کامل بکنید. تا اینکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز رو تمام کردند و نماز رو ادامه دادند تا اینکه سلام دادند.
حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که در همان روز، همان دوشنبه، همان روزی که در فجرش ما لبخند رسول الله صلی الله علیه و سلم را مشاهده کردیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در همان روز از دنیا رفته و این آخرین لبخند رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در دنیا نقش بست و اصحاب بزرگوارش در هنگام نماز صبح در که در حال اقامه نماز صبح بودن این گونه رسول الله صلی الله علیه و سلم را مشاهده کردن. امید که انشاءالله در روز قیامت صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب همه من و شما بگردد و در جمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نشین رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و صحبت ایشان را دریابیم و از فرمایشات و گوهرهایشون و چهره مبارکشون و چهره خندان و زیبایشون را انشاءالله در روز قیامت ببینیم و مستفید بشویم. تمام شما عزیزان را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.